بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. بلوچستان آن کشور بوده که 5000 سال تاریخ زنده را دارا بوده، اما به تاریخ 25 مارچ سال 1948 از طرف قشون نظامی پاکستان این کشور اشغال و به مستعمره پاکستان مبدل گردید که تا به اکنون این کشور تحت سلطه پاکستان قرار دارد. اما از همان آوان اشغال این کشور توسط پاکستان تا به اکنون مبارزه مردم بلوچ به خاطر آزادیشان ادامه دارد. در همین راستا رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته که رهبر آزادی خواهی بلوچ زمانی که در کابل حضور داشت بیش از 5000 تن از طرفدارانش در قندهار مخفی شده بودند و او عملیات های خرابکارانه خود را در بلوچستان را سرپرستی می کرد. او همچنان گفت که این کمپ ها در قندهار وجود داشت و رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور افغانستان، آن را بنابر تقاضای پاکستان مسدود نموده است. در برنامه حاضر کاوش خبر داغ همین موضوع را با مهمانان گرامی من آقای خدای نظر سرمچار، عضو پیشین مجلس نمایندگان، آقای حاجی احمد خان یک تن سران قومی و آقای سید عثمان سنجش کارشناس منطقه‌ای به بحث میگیریم. مهمانان گرامی خوش آمدید به بحث امروز کاوش خبر داغ. آقای سرمچار، در آغاز میخوایم از شما بپرسم، شما وضعیت زندگی مردم بلوچستان را از نگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چگونه به بحث میگیرین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض و سلام و ادب به شما و بیننده های عزیز و میهمانان گرامی، همانطور که شما اشاره کردین، مسئله مبارزه بلوچا با دولت پاکستان از همان سال 1948 که دولت پاکستان بر بلوچستان تجاوز کرده، از او زمان آغاز شده و تعالی به قوت خود باقی است. اما اگر مسئله را بیارم در رابطه با اظهارات جناب آقای وزیر صاحب داخلی پاکستان و اینجا محدود بسازیم و مربوط بسازیم، ببینین، اگر امی ادعا را وزیر صاحب داخلی پاکستان در زمان هر حکومت امامه کرد، حتی در زمان طالبه، آدم می گفت که امی ادعا تا حدودی بجا است. چرا؟ اما طالبه هم از خود یک توانی داشتن و یک قدرتی داشتن و یک چیزی در وجودشان بود که اگر امی کار انجام می دادن. اما نه در زمان حکومت فعلی ما، حکومتی که در تا 12 سالی که در افغانستان آمده، به وجود آمده، کل ما میفهمیم که همه ما گرچه گپ خوب نیست، اما بیا این واقعیت تلخ بگویم، همه میدانیم که ما فعلا با گدایی زندگی میکنیم. فقط ما تا زمان زنده هستیم که دست مردم دنیا طرف ما با عنوان بشر دوستی و با هر عنوان دیگه ترحم و شفقت طرف ما دراز است و ما زنده هستیم. هر وقتی که دست جمع شوه، ما زندگی نداریم و چیزی هم نداریم که ما مدعی باشیم و ادعا بکنیم که بله، نظر به این عایدات و به این تولیدات و به این به اصطلاح که حاصل حصولی که ما داریم، یعنی ما زنده هستیم و متکی به خود هستیم، نیستیم. پس یک دولتی که هنوز هم از دولت پاکستان به خاطر زنده ماندن خود، نه زندگی کردن، کمک میخواهد، چگونه دولت پاکستان چنین ادعای میکنه که این دولت باز میخیزه و کسار در داخل افغانستان مراکز نظامی برای از اونا به اصطلاح ایجاد میکنه و اونا را تعلیم و تربیت میکنه و اینا را باز روانه میسازه که برن در پاکستان، در اونجا دست به خرابکاری بزنن. در اهداف پاکستان از این اظهارات وزیر داخلیشان در مورد افغانستان چی بوده میتونه آقای سرمچار؟ چی اهداف میتونن که داشته باشن در پشت این دسیسه هایی که اکنون برا انداختن؟ خب دهی تردیدی وجود نداره که دولت افغانستان نیازمند دولت پاکستان است از هر نگاه، هم از نقطه نظر مسائل کمک اقتصادی، هم از نقطه نظر مسائل تجارتی که رفت و آمد میشه در اینجا و اقتصادی، و بیشتر از همه دولت افغانستان مدعی است که در افغانستان صلح را به وجود بیاره و اون از طریق مذاکره و مفاهمه با طالبان، و در اینجا دولت افغانستان بسیار حساب میکنه سر دولت پاکستان که دولت پاکستان یگانه عنصر مؤلفه است که بر طالبان و مخالفین دولت افغانستان تاثیر گذار است.
اینها میخواین که و دولت پاکستان بخصوص بعض از ادعای سناتورهای امریکایی در رابطه با به اصطلاح پس دادن سرزمینای که از طرف پاکستان اشغال شده بلوچستان و بلوچستان و آزادی بلوچستان و مفتنی بر حکم ضمیرشان که و وجدان آگاهشان که یک قوم 20 میلیونی نباید او هم در زمان معاصر، او هم در زمانی که از دموکراسی دنیا صحبت میکنه، او هم در زمانی که دنیا تمام ملت ها را مستحق ازی میدانه که باید حق تعیین سرنوشت را داشته باشد صدا بالا میکنه. معلوم است که از این نقطه دولت پاکستان با چنین صدای نیاز پیدا میکنه به دولت افغانستان. بله آقای افغانستان در رابطه به این مسئله نمیتونم چی داره دولت افغانستان که کمک بکنه و چی کمک دولت افغانستان کمک کرده میتونه که در این تعامل سیاسی به نفع پاکستان تمام شد. تشکر آقای سرمچار. اکنون بلوچ ها در چه وضعیت سیاسی قرار دارن؟ از نگاه سیاسی وضعیت بلوچ ها چگونه میباشه اکنون؟ شما نه اکنون اما طور که اشاره داشتین از روز تجاوز از سال 1948 که پاکستان بر دولت بلوچستان مرکزی تجاوز کرده و حمله کرده و به نوع یک در جنگ و گریز استن، از او زمان تا الان همین است که مبارزات بلوچای مرکزی یا بلوچای شرقی در برابر دولت پاکستان همیشه بوده و همیشه ای مبارزه ادامه داشته، همیشه ای جنگ و گریز بوده، همیشه شکست ها و موفقیت های در طول ای تاریخ وجود داشته که الان هم به قوت خود باقی است. یعنی از اون زمان تا این زمان ما برای شما میگیم به میلیون ها انسان از بلوچستان مرکزی آواره شدن، به هزاره ها انسان شهید شدن، به هزاره ها انسان زن و مرد تا کنون لادرک هستن و با صدها انسان هم که بخصوص در این اواخر شما جنازه ایشان شنیده باشین از طریق رسانه ها و مطبوعات دنیا که جنازه هایشان از بیشه ها و کناره ها و جنگل ها و از اینجا پیدا میشه که گم میشن از خانه خود و از بازار روز که میبرن شو دوباره در خانه بر نمیگردن. خب امی مسئله از اون زمان که آغاز شده تا امروز هم جریان داره و ممکن است که تا زمانی که بلوچه نتانند که حق خدا از دولت پاکستان بگیرند یا دولت پاکستان هم به عنوان به اصطلاح مسلمان هم به عنوان یک همسایه یا هم به عنوان یک برادر دینی به این قانین شوه که حق یک برادر خدا که به زور از اونا میخواه که بگیره و گرفته ایره پس دوباره نده، این مسئله مبارزه و ای جنگ ادامه خواهد پیدا کرد. سپاسگزاریم. تشکر از شما. آقای احمد خان، جناب سرمچار صاحب گفتن که دولت افغانستان نه برای زندگی کردن بلکه برای زنده ماندن خود از پاکستان کمک میخواه و از گفته هایشان چنین بر آمد که هرگز دولت افغانستان چنین اراده ای را نداره و این حرف هایی که وزیر داخلی پاکستان گفتن این کاملا اشتباه می باشد. چی فکر میکنین هدف وزیر داخلی پاکستان از این که گفتن کمپ هایی برای آموزش بلوچ ها در قندهار وجود داشت که از سوی رئیس جمهور کرزی متوقف شده است چی می باشد؟ نحمد هو نسولی علی رسول الکریم فما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المؤمنون إخوة ستاسي د افغانیش تلویزیون ټول کارکونکو اوریدونکو لیدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. راغلو د استاد نظر ته او ستا پوښتنې ته. په کندهار کې کمپونه نسته، افغانان هیڅ وخت په افغانانو کې خلق نه جوړېږي چې په افغانانو کې هلته مشکل جوړ کړي. پاکستان چې جوړ شوی دی دا شپېته کاله، دا د بلوچستان او د لوی پښتونخوا ساحې چې دي د عام افغانان دي، کته نه دا کار کرزي کړی دی، نه ملامد عمر اخون کړی دی، نه در مخ حکومتو کړی دی چې موږ هلته مشکل جوړ کړو. که په پنجاب کې جوړ شوی دا امکان درلودی
کمپ نو په هغه وخت کې چې پر بلوڅ ورونو د پاکستان ظلم استبداد بمباران شروع کندهار ته خلک رماجر سو هغه ورونه چې در بمباری لاندې وو په کمه موده کې بېرته خپله ولاړو مقصد ترړین نه دی ورکول سوی نه حکومت ورکړی دی نه چا ورکړی دی که چیرې د پاکستان وزیر صاحب دغه ادا لري یا زموږ رئیس جمهور ورته ویلي دا ډېر در وخت تر مخ خبرې دي دا ډېرې کمزورې خبرې دي که حکومت ورته کوي د حکومت زوب دی زه هم زه موږ دا تر اوسه نه منو چې هغه پاکستان دی موږ هغه افغانستان بولو موږ هغه د ډیورن کرښه موږ ته د منلو وړ نه ده هغه افغانان ورونه دي که بلوڅ دي که پښتانه دي هغه زموږ څه په ظلم په استبداد د انګریزانو جلا سوي دي د هندوستان د لوی هندوستان دپاره نه د پاکستان په نامه دا چې باقي په میراث کې د انګریزانو څه دوی ته پاته دي دا جلا خبره ده خو هغه موږ خپل ورونه بولو هلته موږ نه پټاونه کوو نه هېڅ شی کوو په هغه منطقه کې نو د رئیس صاحب جمهور سه مې دا خواست دی چې ته ورته وایه چې ما دا کم لیری کی یم داخله گوش شړل لیری سو د دم مدرسې د دم نظامی اډې چې د افغانانو د ترور د پاره چې په وزیرستان کې ترورونه کیږي په بلوچستان کیږي په لوی افغانستان کې دلته کیږي نو تا در مخ باید دا ډې په د خرابې کړې وشتان دا واک د لوړې د خلک دیم روزلی وای اول خو تا دا کار نه دی کړی دا خو موږ ته معلومه است یس پاکستانی تانه دی وژلی حالا اگر چنین نیست پس چرا پاکستان ادامه می کند و چرا اسوی دولت افغانستان هیچ واکنش نشان داده نمیشه دا خو یو عادي خبره ده چې پاکستان په دې سیاست کې دا د دې سیاستي بلوڅ کمزوري ښکاره کوي بلوڅان هم کمزوري کوي د افغانستان حکومت کمزوري شي دا د افغانستان د حکومت زوب دی په دغه اعلان هم زموږ حکومت کمزوري کیږي هم دوی د بلوڅانو دوی غواړي د دوی پاکي دچ د بلوڅانو مثال زړه ور وکاږي دوی کمزوري کي چې نور په افغانستان کې ستي مشکل نور نس مشکل لري ته هلته نور ستاسې کې سخت لاس و تی د افغانستانه څه دلته سیاسي فعالیت نه ځای کوئ دا د خولې جنګ دی دا عملي خبرې هېڅ شی نه دی په دې کې دا ټوله د افغانانو په نمایندګي دا ټوله دروغ دي چرا دولت افغانستان خاموش است و واکنش ندارد در رابطه به این حرف های آقای ملک وزیر خارجه داخلی پاکستان دا خو نو موږ ولس هم تعجب یو چې د لوی امریکې چې نن د جهان ابر قدرت دولت دی دونې ښکاره سیاست زموږ حکومت دغه په مقابل چلوي کې ستراتیژیک تړون کې بله موضوع د پاکستان چې ګرد عمر موضوع زموږ حکومت داسې کمزوري ورته ښکاري پاکستان چې دی پاکستان خو موږ ته د داود خان په وخت کې ولیدی چې یوه ورځ داود خان د جنګ نیت ورته وکړي ټول افغانستان ولیدی چې د پاکستان هغه ټول پنجاب لرزیدی اوس هم د هغه افغانان دي زه د رئیس جمهور څخه خواست کوم چې په لوی کم کې تاول دا د زمریانو وطن دی که په تعلیم کې کښته یو زمریان نو خو هغه زمریان دي هېڅکله باید ته د پاکستان څه ونه بیریږې نه تا دا جنګ کړی دی نه دې خلک روزلی دي په ډاګه اعلان باید وکړي چې نه ما کمپ درلود نه ما د جنګ اډه درلوده او نه لرم نه زه هلته د افغانستان په خاوره کې جنګ کوم هغه ځای چې ته ادا لري هغه هم د افغانستان دی هلته زه هېڅ دا مشکل نه لرم نو دغه د افغانستان حکومت طبعاً د پاکستان څه ډېر بیریږي څه پېښه ده وم جن بیریږه مه ده ورورګلوی وضعیت ورسره وکړه په پاکستان ته اطمینان ورکړه چې ستا په خاوره کې ته مې اسلامي دولت یا غایات شریف ما اول درته وویل چې مسلمانان سره ورونه دي نه ستا ته موږ ته کلیپ جوړو مې ته موږ ته جوړوه د بلوڅانو ورونو د ازادۍ حق دی د فلسطین ورونو د ازادۍ حق دی د کشمیر د ورونو د ازادۍ حق دی د پښتنو ورونو د ازادۍ حق دی د کردانو ورونو د حق دی زه د امریکې سناتوران تاریان یم چې دلته د بلوڅانو د ازادۍ خبرې کوي اول ته د اسرائیل جګ جګ کوي چې موږ ایران په شاویه کاله کې چې هلته فلسطینیان ته اجازه ورنه ورکوي چې بیت المقدس د اسلام اوله کعبه او د هغو خاوره او هلته د کشمیر موضوع هلته د پښتونستان موضوع خو دلته ډېرې موضوع دي دا ګر سیاسي خبرې دي چې امریکایان پورته کوي هم په آسیا کې جنګ جوړ کړی دي چې پاکستان یو څه کوي په افغانستان کې دا مشکلات جوړ کړي دي دا سیاسي خبرې دي دا د چا د ضرورت نه سپاسګزاریم آقای سنجش از دیدگاه شما رابطه میان بلوچستان و اسلام آباد چگونه می باشد و ارزیابی شما از این رابطه چیست بسم الله الرحمن الرحیم دوستای ما کلی صحبت کردن شما هم پس منظر تاریخی زیر در مقدمه صحبت کردن از سال 1948 تا امدام روز یعنی بیشتر از 60 سال حکومت پارلمانی پاکستان که جور شده است بلوچ‌ها هیچ وقت الحاق خود به او اعلان نکردن بخاطر ازی که اینمی الحاق بلوچ‌ها شکل فطری نداشت حقیقی نداشت بلکه با اساس زور و جبر دامین شده است بلوچ‌ها هیچ وقت خوده فعلا منعیس یک ملک منطقی و ملک آزاد تصور نمی کنند بلکه منعیس یک کالونی اشغال شده پنجاب تصور می کنند اینا در خاک و منطقه و علاقه خود هیچ اختیار ندارند عایدات زینا کلش به نفع حکومت اسلام آباد میره منابع طبی زیاد کلش به اسلام آباد میره بیشتر از 64% گیسی که در خود بلوچستان تولید میشه ای کلش اسلام آباد استفاده میکنه در حالی که با خانه بلوچ ها اوجا گیس نیست
و به هر وقتی که مردم بلوچ تقاضای زیره میکنه که به ما گاز بده، دیگه حکومت نظامی پاکستان در مقابلش میگه که شما یک چونی نظامی را اجازه بدن، باز ما به شما گاز میدیم. یک قدر اون مردم تحت فشار است. برالویزو مطابق امو قانون سال 1973 که با اساس فدریشن ایالاتی جور شده بود، مطابق زو کتی مردم بلوچستان عمل برخورد صورت نگرفت. اونا مطابق و نمو قانونی که کدام حقوق و صلاحیتایی که به صوبای ایالاتی داده بود به بلوچستان ندادن. به این مفهومی کمیالی در فوج پاکستان یک نفر بلوچی هم به صفت افسر وظیفه اجرا نمیکنه. و از روز سال 1948 تا امدم روز اگر مطابق احصایه ببینیم، در سال 1973 9000 فوج پاکستان رفوج جای بجای شد، در سال 1983 به 45000 و بالاخره در زمان مشرف ای با 80000 نفر ارتقا پیدا کرد. امیالی مردم بلوچستان کلش تحت فشار و ظلم اینمی فوج پاکستان قرار داره. بیشتر از یعنی در 2007 احصای جدید است در زمان خود پرویز مشرف که بیشتر از 13 نفر فعالین سیاسی خود بلوچستان که به خاطر تحریک و آزادی مردم خود مبارزه میکردن توسط اینمی ایجنسی های پاکستان گرفتار شدن و به جای نامعلوم رفتن که تایم دم روز هم مدیش گوم است هم زندگیش گوم است. آقای سنجش، همان گونه که جناب سرمچار صاحب گفتن، در این مدت که مبارزه میکنن بلوچ ها به خاطر آزادی خود علیه پاکستان، در اینجا هزاران نفر شهید شدن، اما فکر نمی کنید که از یک سو جامعه جهانی به نحو خواهان آزادی بلوچستان است اما از سوی دیگر فوج پاکستان را حمایت مادی و معنوی می کنند، در اینجا شما چه بازی را می بینید؟ خب ببینن قسمی که بیشتر شما هم اشاره کردن، یعنی از سال 1948 الی 1973 دمی جنگایی که بین فوج پاکستان و مردم تحریک آزادی بخش بلوچستان شده، بیشتر از 3000 نفر مردم بلوچستان دهی شهادت دادن و اینمی باز هم حکومت پاکستان نتانست مبارزی آزادی تحریک آزادی خواهی زیار خفه کنه. مگر دمی روزا چند وقت پیش تقریبا بعد از این نشست سه جانبه افغانستان و پاکستان و ایران، یک در کانگرس امریکا یک بل پیش شد، یک لایحه پیش شد که دو لایحه از آزادی تحریک بلوچستان پشتیبانی کرد. اینمی یک آغاز جرأت معنوی جدیدی است که به تحریک آزادی خواهی بلوچستان میده و اینمی موضوع پاکستان لرزنده است. امیالی در مطبوعات پاکستان اگر شما تعقیب میکنید، طبعا یکی جمهوری وظایف شما است که همه رهبرای احزاب سیاسی پاکستان شب روز همی فریاد میکنه که اگر به خواسته های مردم بلوچستان جواب مثبت دادن نشود، بلوچستان از پاکستان جدا میشه. سپاسگزارم. اما فکر میکنید که آنچه که بعض از سناتوران امریکایی گفتن و یا هم جامعه جهانی میگن که آزادی آزادی، بله، بلوچستان آزاد خواهد شد، بله، وضعیت سیاسیش تغییر خواهد، بله، کرد؟ یکی در از جمله استراتژی جیوپولیتیک خود ایالات متحده امریکا که این از زمان جورج بوش تایید شده است، اویی است که تحت نام عدالت و مساوات و دادن حقوق به اون ملت‌های که تحت ستم و ظلم و استعمار کشورها در جامعه اسلامی قرار داره، باید به اونا کمک شوه. این که دی چی هدف داره؟ او یک هدف جدا است که امریکا هم میخواه تا امو بنیاده های طبی یا منابع های طبی ایالات بلوچستان، چون یک موضوع بسیار مهم است در منطقه، خصوصا منافع طبی گوادر و موقعیت سوق الجوشی و استراتژیکی گوادر در تجارت آسیا میانه، او را هم امریکا تحت نظر داره و ای را هم امریکا بسیار زیاد علاقه به این مسئله متوجه است که نباید تجارت آسیا مرکزی به دست ایران و هندوستان و چین در این منطقه بفته. بنان ظاهرن بنام ازی که از تحریک از یک طرف بلوچارا و تحریک آزادی بخش بلوچستان خوش کنه، اونا را حقوقش قبول میکنه، مگر در پالیش اینی هدف اقتصادی هم داره که را باید فراموش نکنه. سپاسگزاریم. آقای سرمچار، جنگ ها
خصوصا انفجارات و انتحارات و بمباردمان و خشونت ها پس از سال 2004 یا با معذرت از سال 2001 به این طرف شدت میگیرد در بلوچستان. فکر میکنید که این طرح را که اکنون بلوچ ها در پیش گرفتن، حتی اردوی خاص دارن، به نتیجه برسن و آن چیزی که میخواهند عملی شود؟ ببین، این امید از امروز نیست. دوستایی که اشاره کردن و مبارزات یک کمک تاریخ مبارزات بلوچ یک اشاره داشته باشم. اصلا مبارزات مردم بلوچ با اول با کنفرانس بمپور ارتباط پیشینش میرسه که با اول دسامبر سال 1869 گل سمیت وقتی که میایه و خط میکشه و قسمت غربی بلوچستان به ایرانی ها میدن. در این کنفرانس از بلوچا در او زمان یک نماینده که از دولت فارس خواه مثلا فارسای وقت نماینده زنا و نماینده از بلوچا به عنابه سردار فقید محمد بیزنجو در او شرکت میکنه که جبرن قسمت غربی بلوچستان با استفاده با درطبانی با یک دیگر دولت انگلیس و ایران برای ایرانی ها داده میشه. مبارزات از اونجا شروع میشه از بلوچا. این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که بعد در 27 سال بعد مسئله خط دیورند به میان میاد که جنرال دیورند میاد، خط دیورند امروزی که ما سر صحبت میکنیم، این در یک معامله بین افغان ها و بلوچا یک معامله میکنه. یک قسمت سرزمین افغان ها را میده برای بلوچا و قسمت سرزمین افغان ها را میده که بلوچستان شمالی که امروز یاد میشه برای افغان ها. و در اینجا در اون زمان یک به اصطلاح کمیسیون بود به نام انگلو افغان بانری کمیسیون که توسط این کمیسیون خط دیورند کشیده میشه در سال 1896. بعد از این انگلیس ها با بلوچات در معامله مفتن که سرزمین بلوچا را از اینا کرایه بگیرن. تا 51 سال انگلیس ها موافق میشن که یک قسمتی از سرزمین های بلوچا را بلوچستان را به کرایه بگیرن که دعوا فعلا در سازمان ملل جریان داره و این ادعا صورت گرفته. وقت در 11 آگوست 1947 این تمام معاهدات و قرارداد بین انگلیس ها و خانقلات و بلوچستان امضا میشه. وقتی که سند رسمی را انگلیس ها به دست میگیرن و بعدا مستحق و در میدان چون زمینه را کرا گرفتن در برابرش پول دادن برای بلوچا، این در 11 آگوست 1947 امضا میشه اسناد و قرارداد و معاهدات. بعد از او انگلیس ها وقتی که سند به دست دارن 3 روز بعدش دولت پاکستان در روی نقشه میاد و به درست دنیا یعنی در 14 آگوست 1947 پاکستان به عنوان یک دولت در روی کره زمین ایجاد میشه. و زمانی که هندوستان خب یا جبران یا بدل خود دولت پاکستان به رسمیت میشناسه 1 روز بعدش، یعنی به تاریخ 15 آگوست 1947 هندوستان آزاد میشه. و بعد از زمینایی که گرفته شده توسط انگلیس ها به کرایه از طرف بلوچا، این زمینه را با انگلیس ها به دسترس دولت پاکستانی که نو ایجاد کردن میگذارن که این مثلا، یعنی این تاریخ مبارزات شما ببینید که از چه زمانی شروع میشه. از روزی که مبارزه شروع میشه در امید وجود داره. اما چه دسیسه های در عقب پرده میباشه که این آزادی به نتیجه نمیرسه و همان گونه که جنگ جریان دارد سال هاست که جنگ میشه؟ ما اصل ای که چرا بلوچه و موافق نشدن امیر ما برای شما میگم، او زمانی که بریتانیای کبیر مستعمرات در دنیا داشت اما در بلوچستان موافق نمیشه و زمینه را سرزمینه به کرایه میگیره. این خواهی نخواهی که سر بعضی کسا خوش نمیخوره دیگر در این صورت. بله، استعدادی بلوچه و دفاع از سرزمینشان و تن ندادنشان بر ابر قدرت های وقت و استعمال از دیدگاه شما سبب تأثیرات و امان زمان می باشه که این بلکل این اقده ها از زمان
وقت ادامه پیدا میکنه تا امر شما در زمان ذوالفقار علی بوتو اگر فکر شما باشه این از زمین دولت پاکستان از هوا دولت ایران تیاره نظامی دولت امریکا و پیلوت ایرانی چقدر بلوچه را بمباردمان کردن ای از امروز نیست به هزاره ها هزاره انسان دو بمباردمان ها از بلوچه کشته شدن ولی بلوچه تا امروز هم شما قرار دارین که به هیچ یک از کشورها دست تسلیمی بالا نکردن و هیچ وقت ادعا نکردن که ما به کدام کشور ملحق هستیم هنوزم به خاطر بلوچستان کبیر خود مبارزه دارن و به این امید دارن و با قوتش مبارزه میکنن آقای احمد خان از دیدگاه شما دستاوردهای جنگ های آزادی بخش مردم بلوچ تا به اکنون چی بوده؟ زما پاکیده دستاوردهان اول مثال دغه د شنن امریکا پاکستان ته یو بانه غواړي نو په کانګرس کې د بلوچستان د ازادي مسله راپورته کوي دا دستاوردونه دي د بلوچستان آیا این فشار بوده نمیتونه بالای پاکستان نو این دا خبره مو درته کوله نو امریکایان کچیر پاکستان سر شوري پر افغانستان ځان زورور بولی امریکایان په دغه شانو کې راګیروي سل کوي چې راګیر کو چې د بلوچستان موضوع راپورته کړه د پاکستان د صدر اعظم اعلان د افغانستان سره د طالبانو پاکله تاسو ټول افغانستان او ټول دنیا ولیدي زما په فکر دغه موضوع چې د بلوچستان ورونه د یا دغه قومونو د محکومو قومونو چې په دنیا کې دي مثال زوم د افغانستان لا د پګټه د هغه د قلبی آسیا یا د مرکزی آسیا تر جنوبی آسیا پورې هغه اسدالله هغه لوی زمری هغه لوی احمدشاه بابا چې د تاریخ تلو دی په هغه وخت کې چې افغانستان د خراسان یا په نور نومو زوم که هغه چا چې زموږ مځکې لاندې کړي دي موږ ته یې راکړي دا به موږ هم ورسره وکړو چې د نیمروزو د هلمند په ساحه کې بلان بلوس ورونو ته د ازادي ورکړو چې تاسې مرځئ یو ازادي واخلئ ایرانو ترکیاو عراق دی و کردانو ته ورکړي مخ ته مې درته وویل پاکستان او هندوستان دی و کشمیریانو ته ورکړي او پښتنو ورونو ته دې ورکړي د لوی پښتونخوا د فلسطین موضوع چې ما در مخ درته وویل دغه موضوع یې که امریکایان یا ملل متحد یا د جهان دا پنځه بر قدرت دولتونه دا وکړي دا به ډېره ښه وي دغه به واقعي دیموکراسي وردي کړي ټولو قومونو ته دې حق ورکړي دا معنا نه چې زه خپل حق غواړم بل ته حق نه ورکوم هر دولت چې پوروړی دی د بل چا سره ظلم کړی دی یا د چا کوم ځکه لاندې کړی ده دا دې وشي مونږ ته اوس خو سیاسي خبرې دي عملي نه دي زه وایم که یو وخت د افغانستان حکومت یو داسې یو کار وکړي چې هغه د دوی د طبیعته مخالف وي دلته یا یو د القاعده په نامه یا د طالبانو ورونو په نامه یا د حزب اسلامي په نامه یا د شمال ورونو په نامه یا د هزارو ورونو په نامه یو ډله د مخالفت یا په یو بل نامه په راپورته کې پاکستان کې وکړي هغه موضوع دي چې موږ ته یې ولیدو زه وم عملي دي دا کار وسي که د دنیا د مشکل د حل وخت د 2000 سنې وخت اخر زمانی نو په دغه وخت کې چې د دیموکراسي او د حقوقي بشر نارې ویل کېږي چې امریکا نن دا 50 دورتون په سر کې امریکا ده زه وم عملي دي دا کار وکړي په عمل کې دې بلوڅان ته هم ازادي ورکړي کشمیریانو ته دې هم ورکړي فلسطینیانو ته دې هم ورکړي کردانو ته دې هم ورکړي هغه د افغانانو سم ځکه لکه مشهد چې زموږ دی لکه د شمال بعضی علاقی چې هلته زموږ دي اوس د شوروي پخواني دولتو چې اوس اسلامي دولتونه آزاد سوي دي چې زموږ بعضي خاورې هغو لاندې کړي دي موږ ته دې زموږ حق راکړي چې زموږ د چا ځکه یې موږ ته راپرېږدي دغه یې د برطانیې د امپلاتورۍ په وخت کې دغه شیطانت په هغه وخت کې برطانیې د مسلمانانو په مابینځ کې وکړي چې د افغانستان ساحه یې په پاکستان پورې ورپرېښول په هغه وخت کې لوی هندوستان و چې بیا هغه جلا کېدو هلته بنګال و کشمیر یې اخوا ته و دې خوا ته یو څه پرېښوي د بلوڅانو د لکه دا ورور چې ویل د ایران و د افغانستان و د پاکستان تا یو غټ جنجالونه در یو ملکیامته پرې پرېږدي دي زه وم هغه واقعي خطونه او مرزونه باید سر معلوم شي چې د هر چا حق دی یا خپل چا ته دې حق ورکول شي اما فکر میکنین که به این زودی ها بلوچستان بتواند که آزادی خود را دوباره به دست بیاره؟ نه پاکستان نن ورځ یو اټمي دولت دی په اسلامي دولتو کې اولین دولت پاکستان دی چې دی اټم لري دا اټم جوړ کړی دی پاکستان پوج لري پاکستان ایسای در سیایی رالانې په دنیا کې سرک ده چې هندوستان هلته په تکان کې دی افغانستان دلته ایران هلته سعودي عرب و نور عربي دولتونه پاکستان یو ډېر قوي دولت دی ما اول درته ویل که واقعي دغه اما در اینجا جامعه جهانی چرا خاموشه زمانی که یک کشور از سوی پاکستان به اشغال در میآید و چند سال هم مبارزات جریان داره در اینجا جامعه جهانی وظیفه‌اش چی است که حالا خشونت ها به اوج خود رسیده است وظیفه جامعه جهانی چی می باشد وظیفه جامعه جهانی
چې عراق به میاټم جوړي عراق د بین وړي ایران وړي پاکستان چې جوړ کړي ولې خاموش دي تر اوسه هندستان چې جوړ کړي دوه صد اقدرلو دي دا خو مستر طاقتونه نه وو دا موضوع ډېرې غټې موضوع دي ما اول درته وویل چې په سر کې په خواش اول اتحاد جماهیر شوروي و دوم امریکا او اوس اول امریکا دی چې ملل متحد جانهی پنځه دولت د ویټو اکشلری دا ټول مربوط امریکای دي ټول دنیا اوس په پویږي د دنیا بر قدرت دولت دی کما اول در ټول امریکا په صداقت غواړي په لس ورځې کې د بلوچستان آزادوي سي سپاس او کني سیاست چې په پاکستان کې خپل تاوان وني پاکستان په ډیره ګیري شي بلوچستان ته ازادي افغانستان په دې شانو عراق هغه ایران هغه نو دا د سیاست تشکر راځي سنجش فکر نمی کنید که با آزادی بلوچستان پاکستان تباه میشه به اصلاح عوام یا کاملا تجزیه میشه این طرف فشکونستان و خط دیورن و بالاخره پارچه پارچه میشه پاکستان بلکن یعنی اگر اینجا تنها بلوچستان آزادی خود را بگیره دوباره هیچ مشکل برای پاکستان پیش نیامد پیش نخواهد آمد نه بالکل ام قسمی که تاریخ دانا میگه که یک چیزی که بزور بسختی و بزور دخته شده و بزور باز میشه نگه اینمی ایالتای خود پاکستان خصوصا ایالات پشتونها و ایالات بلوچستان چون بزور و جبر این تحت تسلط نظام پاکستان و پنجاب آمده این طبعا بزور جدا خواه شد و اینمی زور خود تحریک بلوچستان این آغاز جنگ جدیدی به خاطر تجزیه پاکستان خواه بود نه تنها به خاطر آزادی خود بلوچستان بلکه دیجه پشتونها هم خاطان است آزادی خود بگیرن و امو قسمی که سن خودش کتی پنجاب هم ذهنن کدام مطابقت نداره نا هم شاید به طرف رای خود بکشن اما مردم بلوچ همچنان ادعا میکنن که میگن تبایی مردم بلوچ در اینجا یا سهم نگرفتنشان در دولت پاکستان یا سهم ندادن از سوی خود دولت پاکستان همیشه از دست پنجاب ها بوده است دید شما در این مورد چیست؟ بلکل درست است بخاطر ازی که وقتی که ما اسلام آباد میگیم باید بگیم که پنجاب وقتی که ما میگیم فوج پاکستان باید بگیم پنجاب بخاطر ازی که 99% توانمندی فوج پاکستان در دست پنجابی است سیاست و استراتژی خود حکومت پاکستان که جور میکنه فوج پاکستان او حصه است و کلش متشکل از پنجابی است دیجه نه پشتونای قدر نفوذ داره و نه بلوچا به مخاطر تا زمانی که پاکستان یکقدر دستبلایز نشوه کمزور نشوه تا که فوج پاکستان توانمندی خود توانمندی انحصار خود سر ایالات های محکوم عدس نده حقوق اینمی ایالات ها داده نمیشه من بس شما یک مثال میگم سعی کنین تقریبا ده صد فیصد مالیه یا مفادی در بخش مالی را که پاکستان به دست میاره حکومت مرکزی 55% تنها حکومت مرکز به خود میگیره 45% دگیزی را سر سه ایالات که بلوچستان است سرحد است پنجاب است تقسیم میکنه به بلوچستان دمی 45% 6% به سرحد میده 9% به سن میده 2% به بلوچستان میده یعنی در عایدات ملی خود پاکستان هم به بلوچستان 2% میده اینا شما فکر کن که چقدر یک برخورد غیر عادلانه است در مقابل بلوچا به می ترتیب از نگاه پیش از نگاه تعلیم به می ترتیب از نگاه پیشرفت یعنی تنها در گوادر 35000 نفر از پنجاب آمده کار میکنه مگر به بلوچا 200 نفر بلوچا هم دوجا کار نمیکنه آقای سنجش مقامات پاکستان همواره گفتن که در بلوچستان خط آهن بود و شبکه های تلفن بود و امثال این پایپلاین گاز بود و بالاخره گفته اینها را خود از بلوچ ها توسط جنگ هایی که داشتن از بین بردن نی. این گفته ها از دید شما حقیقت بلکل این غلط است بخاطر ازی که اینمی زد و بندار خود فوج پاکستان به میان میاره اگر اینمی اختشاشات و اینمی مسائل اینا تبلیغ نکنن اینمی موجودیت خوایز یا اوجه ایت سوال به چیز نمیشن مطلب شکل قانونی رو بزیاد پیدا نمیکنن اگر خودشان هم یک جای بم میمانن مثلا یک پاپلین گیس هم میپرانن یک جای مثلا یک چونی عسکری رو میپرانن سرزمی تحریک های زادی بخش بلوچ میدانن تا بتانه که دیگه هم وار زیر سکنجا و فشار بگیره یک فشار است تا زمانی که توانمندی زیاد یاست تر با چل و فریب و نرنگ های مختلف خود مسلط میسازن سر چیز مگر یک چیزی که پیشتر از شما صحبت کردیم میخوام بگم چیز تون راجع به پیروزی تحریک ها اصلا امی جنگ سرد خودش
یک مانی پیروزی تحریک جنبش آزادی بخش بلوچستان بود. به این نامه که اونمو وقت امی مزاج غرب که خود ایالات متحده امریکا هم دمیجا سهم بود و ای بخاطر ازی که بتانکه جلوی کمونیزم بگیره و جنگ سرد مثلا به نفع خود چست کنه، اینم استقامت خط بلوچستان هم منحص یک لاوا یعنی آتش فشان توسط بنیادگرها خودش تجهیز کرد تا بتانه کنه مثل آتش فشان وری که طرف افغانستان دانشه چیز کنه و افغانستان سرش بسوزانه قسمی که سوختان. تا زمانی که جنگ سرد بود اینمی تقوی بنیادگرهای مسلح و افراطی که از کشورهای مختلف عربی آمده بود و در سرحد جای بجای شده بود توسط فوج پاکستان حمایه می شد و با علیه حکومت افغانستان استعمال می شد هدف امریکا بود و زمانی که جنگ از سرد از بین رفت ولی امریکا هم به این مطمئن است که سبا از توسط خود اینمی بنیادگرها به ما تکلیف پیدا نشود به نام ازی که ما آزادی بلوچستان پشتیبانی می کنیم. از یک طرف تبلیغات مطبوعاتی از سوی غرب برا انداخته شده است که باید بلوچستان آزاد گردد و بدون شک هم ممکن فوج پاکستان همچنان از سوی ایالات متحده امریکا در اینجا کمک میشه، هم بلوچستان کمک میشه از سوی غرب و هم پاکستان. فکر نمی کنید که در اینجا بازی جریان دارد که بلوچستان و اسلام آباد سالها در جنگ بسوزن و هیچ آزادی ببار نبه؟ خب ایره ما نمیتونیم بگیم پیشگویی کنیم مطلق که ممکن به می شکل باشه، مگر ظاهرا اونمو یک سای جدیدی روح جدیدی که در تحریک مسئله بلوچستان پیدا شده است، اینمی موضوعی زی امی لایه جدیدی که در کانگرس پیش شد ایود ظاهرا اینمی لایه یک حیثیت بین المللی به خود تحریک بلوچستان داد و اینمی موضوع را قسم گرم کرد. اما در مقابل اردوی پاکستان همچنان هم سوی غرب تنبیل و تجهیز میشه. او که میشه بخاطر یک هدف خاص جداگانه، مگر از وسط خود پاکستان در حالت بی‌ثباتی است. اما ولی سن به هیچ شکل با پنجاب علاقه مند. اما بعض اوقات دیده شده که خود فوج پاکستان باعث بی‌ثباتی در بلوچستان شده و حتی بمب‌گذاری هایی که گفتین در اونجا صورت میگیره. وزیر خود میشه هم یعنی جریان داره دیگه امریکا چیز خود فوج پاکستان خود نمیخواد که بلوچستان دست زیاد بره. اینمی امی موضوعی که چون نو زیاد در مطبوعات روی کار میشه، اینمی رحمان ملک امی دروغ گفته بخاطر ازی که بتانه که روی مطبوعات پاکستان بگیره و روی اینمی صحبت ها و بعضی بیانای رهبرای سیاسی پاکستان بگیره اینمی بانر میکنه کل از افغانستان کم پا بدی. کل یک دروغ است که یک پروپاگاند است که میکنن بخاطر ازی که دهی روزا در خود سنای حکومت پاکستان خود نخست پذیر کوشش میکنه که یک حال کنفرنس از عذاب سیاسی رو بخواه و دو نوشری بود اگر بعضی پارتی ها مخالفت کرد حتی اینا توانمندی زیره ندارن که عذاب سیاسی رو جمع کنن و سر روی موضوع بلوچستان صحبت. تشکر برمیگردیم. آقای سرمچار، همین لحظه از دیدگاه شما تحریک آزادی بخش یا جنگ های آزادی بخش مردم بلوچ بیشتر و بیشتر حمایت مادی از سوی کی ها میشن؟ در همی طول تاریخ تا اهل بلوچا حمایت نشده و فعلا هم کسی حمایت نکرد. اولین حمایت شفاهی یا لفظی بوده که سناتورهای امریکایی در اونجا صدای خود بالا کردن و امون لایحه بوده که تا اهل او لایحه هم شما دیدین که وزیر خارجه امریکا یک موضوع دیگه گفت که این لایحه از طرف کاخ سفید هیچ وقت پذیرفته نخواهد شد. در طول تاریخ بلوچان جنگ کردن با سلاح دست داشته ای که خودشان می سازن. از امی خاطر است یکی از جمله علل و عوامله در امین که بلوچان در مبارزه برای این جنگشان که به نتیجه برسد یا موفق شوند چرا از کشورهای منطقه و جهان خواهان کمک نیستن، خصوصا و خصوصا از سوی رقبای پاکستان که در منطقه گفته میتونیم کشور هندوستان. شما امی موقعیت پیشتر سنجر صاحب یک اشاره خوبی داشت در رابطه با جنگ سرد و دو پستی که در دنیا داشتن حکومت میکردن و این منطقه پاکستان و بلوچستان کبیر به اصطلاح که ما کبیر از یاد میکنم این در قسمت افتاده که در او وقت این جانب طرف غربیه به اصطلاح جانب غربیه بود و یکی از متحدین از اونها به حساب میرد. بلوچستان 690 هزار کیلومتر مربع مساحت داره
از همه که ما برای 350,000 کیلومتر مربع بلوچستان شرقی هست، 280,000 کیلومتر مربع بلوچستان غربی است که به ایران وقت داده شد در خط کشیدن گلسمه، و 60,000 کیلومتر مربع هم قسمت شمالی افغانستان که با افغان ها در وقت در یک معامله اداده شد. او جنگم نبود، جبرم نبود، یک تعامل بود بین برادرای پشتون و بلوچ او وقت که خودشان خواستن چنین کاری شوه با میانجیگری آقای دیورند. خب علاوه از بلوچستان 1700 کیلومتر مربع ای به اصطلاح مرز ساحلی داره که از بندر گوادر چی که از قسمت خود کراچی شروع میشه تا تنگه هرمز که امروز جنگ در اونجا است که ایران ادعا داره که تنگه هرمز بر روی دیگران بسته میکنن، این تا تنگه هرمز به حساب امو نقشه بلوچستان کبیر است و فعلا در تنگه هرمز در اطرافش بلوچ زندگی میکنن و این سرزمین بلوچ است که وقتا به طور داده شده. شما ببینین که بلوچه با چنین یک موقعیت چگونه به سادگی بتانن که موافق می شدن که هم مثلا در یک قسمت در ایران داده شد و یک قسمت را به پاکستان تجاوز کرد. فقط بلوچه در جایی که مشکل نداشتن او قسمت شمالی بلوچستان یک قسمتی بوده که به افغان ها بودن و یگانه جایی که بلوچه آرام زندگی کردن و با آرامش زندگی کردن و تقریبا همسان مثل دیگر قوما با یک حق کم و زیاد زندگی کردن، این بلوچستان شمالی بوده که مربوط افغانستان بوده. و در او دو قسمت دیگر همیشه از او زمان تا این زمان که جنگ جریان داشته، خب ای از طرف مثلا دولت ایران نه تنها دولت ایران سرکوب شده بلکه از طرف حامیان دولت ایران در سطح بین المللی این باید موضوع به ناکامی کشنده می شد. مسئله بلوچستان، بلوچستان مرکزی نه تنها از طرف دولت پاکستان بلکه از تمام غرب که دیروز از دولت پاکستان حمایت می کرد باید منیس یک معزله که دولت پاکستان حمایت بکنن بلوچ سرزنش می شد. این علل به درازا کشیدن مبارزات بلوچ علل عوامل بسیار زیاده داره. آدم بر عمق قضیه بره، از این خاطر است که این دوامدار است. اول از موقعیت جغرافیایی که بلوچستان داره، دوم به اصطلاح مسائل خط مرزی که با بحر و ساحل داره، این تمام در اینجا منافع هایی هستن که هر کس نمیخواه که این منافع را به سادگی از دست بده. و از این خاطر است که برای به دست آوردن چنین یک مسئله باید مبارزات و قربانی های زیاد داده شوه، باید زمانی زیاد بگیره. و دیگه در طول تاریخ بلوچستان حمایت کننده بلوچ ها از دیدگاه شما پس از این کی ها خواهد بود؟ ایالات متحده امریکا بلوچ ها را برای آزادیشان کمک خواهد کرد؟ ببین بلوچ ها از روزی که مبارزه را شروع کردن با یک امید بر نیروی خودشان بوده و ایمانشان به این که باید وطنشان آزاد شوه. و همیشه بلوچا ما اینطور بگویم که بلوچا از چه کسی امید دارن؟ فقط از انسانهای در دنیا امید دارن، از کشورهای در دنیا امید دارن که اونا واقعا بر مبنای وجدان و ضمیر آگاه قضاوت میکنن و واقعا نه در شعار، در عمل به حقوق و کرامت و فضیلت انسانی انسان و بالاخره قومه. ما امید بلوچه به ای است که تا هم ادامه میدن و به ای امید هم ادامه میدن که فردا چنین انسانی در دنیا حتما در کنار ما استاد میشه و حتما ما به پیروزی میرسیم. و اینا تشکر از شما. آقای احمد خان، یک حرف که خیلی ها جالب به نظر میرسه، آقای رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته که تا به اکنون 5,000 از جوانان بلوچ در افغانستان در کمپ ها آموزش نظامی دیدن. فکر میکنید که این چنین چیزهایی که وزیر داخلی پاکستان میگن واقعیت دارد یا نه؟ اگر واقعیت ندارد پس چرا این اتهام بالای دولت افغانستان میبندن؟ دا اصل پس اصل که واقعیت نداری، دا دا افغانستان دا نانی و کلتور پرزید خبری دی، دا چه واقعیت نداری، دا ولی دی دا خبری کهی، دا
په دې کې دی څو ادب لري یو اړخ یې دا دی چې دلته دا پښتانه ورونه په دې کې په افغانستان کې پښتانه ورونه په دې کې راشکیل کې چې پر دې غاړه که دا مشکل دی هلته تیغه مشکل جوړ کړی دی بلوڅان ساتي ځوانان یې ساتي بلوڅان خو د افغانستان هم دي په اوس په دا اوس شرایطو کې د ایران هم دي د پاکستان هم دي طبعاً نو دا کوم دی چې مثال د پښتون مثال در شیم اوس دا د ډیورن هغه غاړه او دا غاړه ده هیڅوک نه پاکستان ګرځوی چې نه افغانستان سره ځي او راځي ځوانان یې خواري کوي مزدوري کوي د خپل بچیان دپاره طبعاً کلته زور په راسي راوړي پر دې خوا به شپې وکړي ځان به وساتي مګر د افغانستان یوه حکومت تر اوسه پورې دا څوک نشي ثباتولی چې د بل دولت پاله خلک روزلي هغو ته یې موزیش ورکړی هغو ته یې ترلینګ ورکړی د هغو په خاوره کې مداخله کړي قسم دا خو لا زموږ خپله خاوره ده ما تا ته وویل په دې کې زه مثال درته وایم داسې نه چې دا د بلوڅانو ورونو د بلوڅانو د ورونو په خاوره کې په ازادۍ کې یو شی وزه وینم د دغه ترکمنستان څخه دغه پاپلین چې را روان دی پر ګوادر باندې د نه پوو د ګازو دغه امکان لري چې نور اسیا او نوره دنیا هم په دې کې همکاري وکړي چې بلوچستان ازاد شي دا ګوادر په خاطر دا یو امکان لري نور تاسې د پشتیوانۍ ده وویل د خان شهید صمد خان او د خان غفار خان چې خان شهید خپله په مابس کې شهید شو د هغه وختو د مبارزو څخه تر اوسه پورې چې دوی کړې ده یا در دوی در مخ راشروع د هیچا پشتیواني نه ده سوې بیل د افغانستان کده بلوز پښتوانیم کړی د پښتون ودم کړی د نه د دنیا د هغه وخت قدرت او کړی د نه د وسته کړی د دا ولینه پلاډ د بلوسان د زوم وزارت داخلي افغانستان در این راستا چرا خاموشی اختیار میکنه زمانی که وزیر داخلی پاکستان میگه که کمپ های در افغانستان وجود داشت که بلوچ ها را آموزش نظامی میداد اما آنچنان وزارت داخله یا بعض ارگان های زیرابتدیگی در اینجا سکوت کردن که به نحو مهر تایید میزنن به این حرف های آقای رحمان زموږ حکومت خدا سیده یه چیز زموږ په حکومت کی کرزی صاحب دغه یو ضعیف ضعیف وزیران در ویلی زه مثال در تیږدم چې د دوی خارجي وزیر وویل چې دا د کرزی ده یو خنداواره خبره ده چې دی وی طالبانو پاک له چې د کرزی صاحب سفر کړی وو نو دا زموږ د وزیر خارجه دلایل باید دی پر راپورت سوی وی ټول میډیا ته مو ویلی وی دی ته مو ویلی وی چې خنداواره ستاسو خبره ده چې وسامه وړ مور ستاسو په یو نظامي اډه کې وو ستاسو وو اسلام آباد ته ډېر نږدې په څو کیلومترۍ کې د بینه ولاړی نو خنداواره خبره زموږ نه ده ستاسو د خنداواره ده زموږ ډېر ښه حکومت دی زموږ ډېر ښه رئیس جمهور دی نو دا دفاع وزیر خارجه باید کړی وای په اوس کې باید وزیر داخله کړی وای خو ما درته وویل چې د بلوچستان یا د لوی پښتونخوا د ازادۍ سبب په افغانستان کې د یو قومي ټینګ حکومت منځته راتلل دا به غټ سبب وي دا به در امریکې هم غټ سبب وي در جهان به هم غټ سبب وي چې دغه ازادي به د افغانستان یو محکمه قوي حکومت چې پاکستان درو دېرش کاله دا کوشش کوي چې د افغانستان یو حکومت ډېر ضعیف وساتي مثالونه زه درته ایږدم چې پلا د خلکیانو پرچمیانو حکومت ودلته دا مجاهدین په وو حزبو ورته جوړ کړو په بیا وهل بیا چې ازرت صاحب استاد رباني رالو دلته حکمتیار صاحب ورته ودروي هلته بیا دوستم سو بیا هغه یې خلیل شو مشکل جوړ سو نو دا د افغانستان د ضعیفتوب دپاره په اوس کې کرزي صاحب ته بیا طالبان درولي طالبان ته مچای مسود درول دا مشکلات چې پاکستان جوړ کړی دي دا زموږ ضعیفتیا نورې دښمني پاکستان موږ سره نه د مذهب لري نه د دین لري نه د ژبې لري دغه دښمني لري که د پاکستان یو په افغانستان کې یو محکم حکومت رالی دا پاکستان ته ډېر په خطر کې دی او بله موضوع دا ده د ډېرو قومو حقوق وزه مثال درته وایم چې ډېر ضرور دي جهان په دې کې باید بحث وکړي اوس ګوره بړیسی بلوس اسکزی نورزی احمدزی وزیر شینوار مومن کاکړ سلیمان خیل تر قیدا شي ډیر کومنه پر هغه اړم دي پر دې غاړم دي نن ورځ ویزه ته قصر خبره ولاړه ده نن ورځ قصر پریږدنه او دا یو خاوره ده دا یو دولت دی نو دا مشکلات ته باید جهان په دې کې کوشش وکړي چې دغه قومو دغه محکوم قومو ټولو حق دا بل چا سواخي د گریوانی ونه چې دغه کمزوري حق زوروره وایي برمیګردیم آقای سنجش برخه ها به این باور هستند که بلوچستان همچنان راه بنگلادش را در پیش خواهد گرفت آیا چون این چیز ممکن است؟ خب بلوچستان رای بنگلادش به این مفهوم نمیگیره که از اونا کدام تقلید کنه یا که از اونا کدام رابطه سیاسی داشته باشه اما قسمی که بنگلادش آزادی خود گرفت به اون شکل میتونه اگر از اون تجارب آزادی خواهی زوا استفاده کنه به خاطر آزادی بلوچستان بله اگر بلوچستان آزادی خود را کسب بکنه چه پیامدهای منطقه‌ای جهانی و در مجموع در افغانستان خواهد داشت خب چون طبعا آزادی یک ملک در قدمی اول مسلم منطقی
بلوچستان واری یک چیزی مشکلات خادش به مفهومی که بلوچستان از خود نه کدام پلیس داره نه کدام عسكر داره نه کدام بلوچا از خود کدام اداره دولتی داره یک چیزی مشکلاتای شاید داشته باشن و این می مشکلات با چیزی خاص شد که کمک به چهار طرف نارمی ها انکشاف کرد مگر تدریجا اگر چون بلوچا توانمندی زیر داره که در ساختار اداره و حکومت خود و در دفاع از تمامیت ارضی خود آستا آستا پیش برن و بالاخره یک نتایج مثبتی را به نفع مردم خود با میان بیارن. تشکر. آقای سرمچار، فکر میکنید که بلوچستان همچنان مانند بنگلادش خواهد شد در این کوتاه مدت ها؟ البته خب ما مدت زمانی را نمیتوانیم قید بکنیم. برای مبارزات و پیروزی آدم نمیتونه زمان قید بکنه. اما ما باور دارم و ایمان دارم که بالاخره بلوچستان آزاد میشه، به هر قیمتی که باشه بلوچستان آزاد میشه و هر قیمتی هم که آزادی بلوچستان بخواه بلوچا حاضر به دادن او قیمت هستن، ولو به قیمت تمام جان تمام بلوچا هم تمام شوه. سپاسگزاریم. حالا وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که برخ از کسانی که بلوچ ها را حمایت میکردن از افغانستان همچنان رانده شدن و زمانی که اینها از افغانستان اخراج میشن جنگ ها و خشونت ها در بلوچستان همچنان کاهش پیدا میکنه. فکر میکنید در پشت این حرف های آقای رحمان ملک چه اهداف نهفته میباشه؟ ما چیزی را که بسیار مضحک و یعنی جای خنده به اصطلاح خنده ورز بر ما همیه است که دولت مداران پاکستان مدعی هستند که بلوچا از طریق افغانستان یک کمک میشه. چه کسایی؟ همینه را خو اگر درست میگن، اگر حق طرفی از اینه است، اگر اسناد و مداری که دارن، چرا ما با هم گپ میزنن؟ چرا صحبتای ادعای از اینه در یک آله ابهام پیچیده است که هیچ کس از او سر در نمیر؟ چرا مدعی نمیشن که فلان کس فلان کشور بلوچا را حمایت میکنه؟ شما ببینید که چگونه جای خنده نیست. ما شب و روز داد میکشیم که از باشن و تعلیم و تربیت بهتر و دنیا هم همینجا همیشه امیر اعلان میکنه که ما هستیم و اردوی افغانستان هم میخواییم که تعلیم و تربیت کنه. وقتی که خود دولت افغانستان نیازمند کمک دیگره هست که برای از او اردو بسازه، برای از او پولیس بسازه، با کدام معلم و مربی خود بلوچه را ای تربیه میکنه؟ ای حرفی است که اصلا من نمیفهمم جناب وزیر صاحب داخلی پاکستان بر مبنای چی چیز صحبت میکنه، چی چیزی به دست داره و چی کشوری چی تومای داره و بر چی کشوری چی اتهام را وارد میکنه؟ چی میتونه دولت افغانستان چی داره که کمک بکنه؟ تشکر آقای سنجش، آقای احمد خان و آقای سنجش، از حضورتان مهربانی بفرمایید. اخیری خبر از ما داده چې بلوچستان ورونه کوشارانو د ازادۍ تمدلو د ازادۍ اخستله د پاکستان د بلوچستان په مناطقي څوک بلدي ډیر په سلو کې اتیا فیصد د دوی او د پښتنو ورونو په اتفاق پورې د ازادۍ مربوطه ده که دوی هر څو اتفاق دوی درلودې د داسې پاچیانو لکه د محمود خان اچکزي د دوی دغه اتفاق اصل په سل کې به د ازادۍ وکړي بې اتفاقي ونو امکان نلري. سپاس مهمانان گرامی از شرکتتان در بحث امروزی کاوش خبر دغ. بیننده های گرامی از شما همچنان تشکر که تا این دم بیننده برنامه کاوش خبر دغ بودید. شما هم می توانید که نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس politics@afghannews.tv برای ما بفرستید. تا دیدار بعد، خداوند یار مددگار شما.